سخنرانی اخیر سید محمد خاتمی درباره رفع بنبست سیاسی حاکم بر ایران با واکنش‌های متفاوتی میان کنشگران جنبش سبز روبرو شده است. برخی سخنان او را به معنی عقب نشینی از خواستهای جنبش اعتراضی تفسیر کردند و گروهی دیگر میگویند که وی در پی یافتن راهی برای پیشبرد مطالبات اصلاح طلبانه در شرایط خفقان‌آلوده کنونی است. اختلاف نظرها به ویژه درباره عبارتی است که در آن از زبان خاتمی گفته شده: اگر به نظام و رهبری ظلم شده است، به نفع آینده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می‌گذرد. با اینکه برخی افراد که در جلسه سخنرانی رئیس جمهوری پیشین ایران حضور داشتند به رسا گفتند که این بخش از اظهارات وی به درستی انعکاس پیدا نکرده است، با این حال بحث‌های فراوان درباره اظهارات خاتمی نشان از حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به شرایط و راهکارهای مناسب برای گذر از وضعیت فعلی در کشورمان دارد. راهکار خاتمی برای عبور از بنبست سیاسی کنونی در کشورمان در بستری از امیدواری نسبت به جنبش‌های دموکراتیک خاورمیانه عنوان شده است. او در جای جای سخنرانی اخیر خود به تحولات در کشورهای منطقه اشاره کرده و روند دموکراسی را روندی رو به جلو و برگشت ناپذیر خوانده است. خاتمی در صدد ارائه تصویری از شرایط منطقه است که نیروهای دموکراسی خواه را در موقعیتی مناسب برای ایجاد بسیج عمومی و کسب قدرت سیاسی نشان می‌دهد. وی پیام جنبش‌های اخیر را در گزاره‌های دموکراتیک دیده و معتقد است که معترضان می‌خواهند بگویند ما دیکتاتوری نمی‌خواهیم، ما انتخابات آزاد و آزادی احزاب و تشکل‌ها را می‌خواهیم، ما می‌خواهیم ظلم و استبداد و وابستگی نباشد. خاتمی همچنین بر انقلاب تکنولوژیک و شبکه‌های ارتباطی به عنوان زمینه‌ساز تحولات دموکراتیک تأکید کرده و در سخنان خود روش‌های متکی به سانسور و فیلترینگ را محکوم به شکست دانسته است. تأکید بر ناکارآمدی سانسورهای حکومتی نیز همراستا با نتایج برآمده از انقلاب‌های منطقه است که در آنها جوانان با بهره‌گیری از شبکه‌های مجازی میلیون‌ها شهروند ناراضی را به مقابله با حکومت‌های اقتدارگرا ترغیب کردند. خاتمی با بیان مثال‌هایی درباره تجربه شکست خورده اقتدارگرایان حاکم برای انسداد فضای ارتباطی گفته است اینکه برخی حکومت‌ها و نظام‌ها خیال کنند که با ایجاد محدودیت‌ها و بخشنامه و دستور می‌توانند بین دنیای اطلاعات و ذهن ملت‌ها دیوار ایجاد کنند، خیال باطلی است. او با اشاره به تأثیر انقلاب تکنولوژیک بر تغییرات فرهنگی و سیاسی جوامع گفته بشر امروز بشری است متفاوت با بشر دیروز و ارتباطات که به طور شگفت‌انگیزی گسترده و کارآمد شده است، تأثیر مهمی در این تفاوت داشته است. در تفسیرهای چند روز اخیر پیرامون اظهارات خاتمی، دیدگاه وی درباره رفع بنبست سیاسی ایران در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفته است، در حالی که به نظر می‌رسد راهکار او برای گذار از شرایط کنونی متکی به درک وی از شرایط متحول خاورمیانه است. او در این سخنان از ناکارآمدی شرایط سانسور سخن گفته، سپس به بروز جنبش‌های دموکراتیک منطقه اشاره کرده و در نهایت خواهان گره‌گشایی از بنبست سیاسی ایران شده است. چینش سخنان خاتمی نشان می‌دهد که او شرایط ایران را نیز همانند سایر جوامع درگیر بحران در منطقه دارای سطح بالای نارضایتی برای مقابله با حکومت می‌داند. پیشنهاد وی در این شرایط دستیابی به مکانیزمی است که با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را برای جنبش دموکراسی خواهی داشته باشد. او خواهان نوعی مصالحه و آشتی ملی است و از حکومت می‌خواهد با مخالفان بر سر میز مذاکره برای رفع بنبست سیاسی بنشیند. پیام ضمنی او به حکومت این است که اگر می‌خواهند به سرنوشت رهبران ساقط شده خاورمیانه دچار نشوند، درباره سلامت و آزادی انتخابات در آینده تضمین‌های اساسی بدهند. خاتمی در سخنان خود تأکید کرده فضا باز شود، احزاب و گروه‌ها کار کنند و عقلا هم سازوکاری را برای انتخابات در نظر بگیرند تا در آن حرف و حدیث نباشد. او پیش از این نیز پیشنهادهای خود مبنی بر حل بحران سیاسی کشور را در سه محور آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب تعطیل شده و شفاف شدن قانون انتخابات مطرح کرده بود. چهره‌های نزدیک به حاکمیت نیز واکنش‌های تندی به پیشنهادهای خاتمی نشان دادند که گواه عدم آمادگی آنها برای مصالحه با مخالفان است. هرچند غالب نیروهای اصولگرا نسبت به این سخنان واکنشی از خود نشان ندادند. دعوت اخیر خاتمی به رفع بنبست سیاسی از طریق گفتگو و مذاکره در واقع تأکید دوباره وی بر پیشنهادهایش طی ماه‌های اخیر است. این دعوت اما تحت تأثیر عبارت بحث برانگیزی قرار گرفته است که در آن از زبان خاتمی نقل شده
اگر به نظام و رهبری ظلم شده است، به نفع آینده از آن چشم‌پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می‌گذرد. این عبارت کوتاه سوژه ده‌ها یادداشت و تحلیل با مضامین و نگرش‌های متفاوت طی روزهای اخیر بوده است. تحلیلگران منتقد خاتمی می‌پرسند که او بر چه اساس نظام و رهبری را در موضع مظلومیت قرار داده و خواهان گذشت حکومت از شهروندان معترض شده است، در حالی که رابطه حکومت با معترضان طی دو سال اخیر رابطه ظالم و مظلوم بوده است. منتقدان همچنین معتقدند که درخواست از جنبش سبز برای بخشیدن حکومت نیز در شرایط فعلی کارکردی نخواهد داشت، چرا که درخواست عفو معمولاً پس از پیروزی جنبش‌های اجتماعی و برای پرهیز از انتقام‌گیری و تکرار چرخه خشونت انجام می‌شود. در این حال مدافعان اظهارات خاتمی معتقدند که این بخش از سخنان او به عنوان زمینه‌ای برای برقراری گفتگوی مخالفان با حکومت ابراز شده است. آنها با اشاره به ذات اصلاح طلبانه و مسالمت جویانه جنبش سبز بر این باورند که بخشیدن حکومت در شرایطی که مبنای آن تضمین آزادی و سلامت انتخابات‌های بعدی، آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب و گروه‌های اصلاح طلب باشد، امری معقول و پذیرفتنی است. به باور آنها خاتمی نیز با این رویکرد دعوت به آشتی کرده است و هدفش استقرار شروط گفتگو برای کسب امتیازهای کلیدی بوده است. با این حال استمرار حبس خانگی راهبران جنبش سبز، یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اکنون بیش از 3 ماه از بازداشت آنان می‌گذرد، نشان از عدم اراده حکومت به سازش با مخالفان دارد. منتقدان خاتمی میگویند که او با دعوت به مذاکره و اعلام پیشاپیش طرح آشتی عملاً حکومت را در موضع بالاتری قرار داده است، در حالی که مدافعان معتقدند طرح آشتی از سوی خاتمی هشداری به رهبران جمهوری اسلامی است که اگر از آن غفلت کنند با شرایط به مراتب دشوارتری روبرو خواهند شد. علی‌رغم اختلاف برداشت‌های فراوان پیرامون اظهارات اخیر خاتمی، این سخنان در بردارنده دستاورد قابل توجه برای جنبش سبز بوده است. بحث‌های فراوان چند روز اخیر نشان از حساسیت و بیتابی کنشگران جنبش سبز برای گذر از وضعیت کنونی دارد. نقطه اشتراک این تحلیل‌ها تأکید بر قدرت گفتمانی جنبش سبز، آماده بودن شرایط منطقه‌ای برای تغییر و آشفتگی روزافزون درون حکومت است که امکان گذار مسالمت‌آمیز به سمت دموکراسی را مهیا می‌کند. در این تحلیل‌ها تاکتیک‌های متفاوتی پیشنهاد شده است. برخی از دیدگاه مذاکره با حکومت، برخی از اعتراض‌های مستمر خیابانی و برخی هم از ایده تقویت شورای رهبری مخالفان دفاع کردند، اما استراتژی واحدی در این تحلیل‌ها به چشم می‌خورد. یک توافق عمومی نانوشته میان طیف‌های مختلف وجود دارد، مبنی بر اینکه اصول جنبش سبز قابل چشم‌پوشی و تقلیل نیست، به گونه اینکه حتی طرفداران ایده مذاکره با حکومت نیز میگویند که این روش تنها در صورت پذیرفته شدن مطالبات جنبش توسط حکومت قابلیت عملی شدن دارد. ماه خرداد ماه حادثه ساز و تاریخ سازی در کشور ما بوده است و به نظر می رسد مجموعه این بحث ها و مناقشات دارد زمینه رخدادی را در این ماه برای جنبش سبز فراهم می سازد. فارغ از سخن موافقان یا مخالفان با مذاکره و مصالحه، ظاهراً بر این موضوع توافق نظر وجود دارد که هر گونه مذاکره و مصالحه ای هم که بخواهد انجام گیرد، فقط در سایه قدرت بالفعل جنبش سبز میتواند این کار انجام شود و تا اینجای کار هنوز حاکمیت قدرت جنبش سبز را به رسمیت نشناخته و تصور میکند که آن را مهار و سرکوب کرده است. از این رو لازم است یک بار دیگر جنبش سبز قدرت خود را بالفعل کرده و آن را در خیابان به نمایش گذارد. روزهای در پیش روی خرداد، به ویژه روزهای 22 تا 25 خرداد، روزهایی هستند که میتوانند با زنده کردن خاطره روزهای شکوهمند حضور سبزها در 2 سال پیش، بار دیگر قدرت جنبش سبز را در خیابانها نشان دهند و باید امیدوار بود که نیروهای جنبش به جای پرداختن به این گونه بحثهای بعضن فرسایشی، همه نیرو و توان خود را متوجه به صحنه آوردن نیروهای جنبش سبز در این نمایش قدرت نمایند. در پیش گرفتن هر گونه راهکاری را باید منوط به روزهای پس از خرداد کرد و به نظر می رسد پس از ارزیابی رخدادهای این ماه بهتر بتوان درباره آینده جنبش سبز و راهی که باید بپیماید تصمیم گرفت.